سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از هوای شرجی واشنگتن در ساعت یک بعد از ظهر با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. امیدوارم تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه حتی المقدور و از سلامتی کامل هم برخوردار باشید و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. همونطور که میدونید در پنجشنبه شبها قرار ما بر این بود که اخبار ویژه‌ای رو با شما عزیزان در میان بگذاریم. حتما چنین خواهیم کرد در این شماره از برنامه هم. اما پیش از اون، برخلاف عادت من که کمتر راجع به دلبستگی های شخصیم با شما عزیزان صحبت کردم، این بار مایل هستم اشاره ای بکنم. یکی از دلبستگی های من، یکی از نگرانی های من، یکی از آرزوهای من خوشبختی و رفاه و شایسته زندگی کردن جوانان ایران است، همه جای جهان به ویژه ایران. اینکه کودکان ایرانی آینده روشن در برابر خودشون داشته باشن، کودک خیابان خواب نه در ایران در هیچ کجای جهان نداشته باشیم، اینکه جوانان هم آینده روشن رو به پیشرفت در برابر خودشون داشته باشن، موضوعی که در نسل ما علی‌رغم انتقادات یا مشکلات سیاسی یا هر چی که بود کم و بیش وجود داشت، این بود که جوانان هم نسل من به هر حال آینده روشن رو کم و بیش در برابر خودشون می‌دیدن. درهایی که باز شده بود ولی انقلاب این درها رو به روی جوانان عملا بست. همین هست که از پنجره‌هایی مثل اعتیاد بسیاری از جوانان ما سر در آوردن متاسفانه، و بسیاری از مشکلات که شما عزیزان می‌دونید و من هم مثل میلیون ها پدر و مادر نگران جوانان عزیز ایران هستم. این موضوع رو چرا گفتم؟ چون دو شب هست در ذهن من بود. دو شب قبل در اینجا در همین حوالی جایی هست، مرکزی هست که بیشتر تابستون ها برنامه های هنری فرهنگی و اقسام برنامه داره. یک برنامه ایش مربوط به خود به اصطلاح ایالت ویرجینیا هست، ورلد تراپ بهش میگن، و هنرمندان بزرگی رو دعوت میکنه. در فضای باز بیشتر کنسرتاش اجرا میشه. پول سایمن بود اونجا چندی پیش در ماه جون، دو شب پیش باب دیلن بود. من خب به باب دیلن مثل بسیاری از هم نسلان ایرانی خودم و جاهای دیگه جهان علاقه داشتم. صدای معترضی که در دهه 60 برخاست همراه با موج هیپی ها و موج اعتراضی که علیه سیستم ها بود و به ویژه در آمریکا. باب دیلن جهانی شد به سرعتی که شایستهش هم بود. کسانی مثل جانی کش بودن، کمی راجرز، نوع موسیقی که باب دیلن میخوند کانتری میوزیک هست، به نحوی فولکلوری که جنوب آمریکا هست. خواننده‌های بسیاری اومدن در این زمینه و معروف. امیدوارم روزی همکارانم در بخش موسیقی راجع به موسیقی فولکلوریک یا کانتری میوزیک آمریکا صحبت کنن. در حال بانوانی هم بودن، لورتا لین و بقیه در این زمینه مشهور. حرف من تاریخ موسیقی فولکلوریک آمریکا نیست، این هست در فضای آزاد باب دیلن، هنرمندی که بسیار اثرگذار بود در دهه 60 و 70 و هنوز هم در سراسر جهان دوستداران بسیار داره، روی صحنه در 75 سالگی نسبتاً چابک میخونه و جمعیت بسیار زیادی. در کنار من دو نوجوان بود، 19 ساله، 18، 19 ساله، در میونه کنسرت یکی از اونها برخاست و صدا زد باب دوستت داریم. از این لحظه به بعد من
اون چی که در ذهنم بود این بود که این جوان 18 ساله با باب دیلانی که از دهه 60 میاد همچنان پیوند داره و از اینجا ذهن آدمی میره به ایران و میدیدم این جوانی که کنار من نشسته شاد و خندان دلبسته به باب دیلن، هنرمند سرزمینش، گنجینه هنر و فرهنگش، میدیدم که خوشبختانه آینده ای روشن هم در برابرش هست، میتونه استفاده کنه. میدیدم اون سوتر در آسمون میلیون ها کیلومتر اون طرفتر سفینه همین جوان هم در اطراف جوپیتر مانوف میده، سفینه جون. و از اینجا باز جوانان ایران در برابر من که انقلاب ارتباط اونها رو با هنرمندان پیش از انقلاب تلاش کرد قطع کنه و هنرمندان کنونیشون نیست. بسیار داریم، از شجریان تا بقیه، یا خانه نشین یا ممنوع کنسرت یا که میدونید. مهمتر از هر چیز جوانان که در قیاس با جوان نزدیک من در کنسرت باب دیلن چه آینده‌ای در برابر خود دارن در حکومت دینی ایران. همه جوانان جهان شایستگی های شخصی همسانی دارن که این جوان نازنین آمریکایی در کنار من که گفتم سفینه او میلیون ها کیلومتر اون سوتر و خودش در اینجا گوشه از ویرجینیا دلبسته به هنرمند میهنش وطنش و چه جوان ایرانی محروم از همه امکانات. برای همه جوانان آرزوی آیندهی روشن دارم، برای جوانان ایران در صدر همه اونها، برای همه اونهایی که زمانی کسانی چون باب دیلن صدای اعتراض اونها بود به سیستم هایی که ناچار شدن راه بگشایند در برابر جوانانی که میخواند آینده غیر از آینده تعیین شده از سوی سیستم داشته باشند. به نسبتی و در سطحی آنچه که برخی از هنرمندان ما کردند مانند شجریان ارجمند که خواست صدای خس و خاشاک عنوانی که حکومت به جوانان ایرانی داده بود رو باشه. جوانانی که هیچ آینده‌ای در برابر خودشون تصور نمی کنند و این است که به دامن اعتیاد افتادن بسیاری از اون. امیدوارم روزی همه جوانان، جوان آمریکایی نشسته در کنار من در کنسرت دیلن در ویرجینیا و جوان نازنین ایرانی و جوان نازنین افغانی و فرانسوی و همه کسانی که در این کره زندگی میکنن دریابند که سرزمین کوچکی است به اسم زمین و ما همه مسافران آن بدون ظلم و ستم نسبت به هم آینده‌ای بهتر رو بسازیم. با شما خواهیم بود پس از شنیدن گوشه ای از آنچه که باب دیلن میگفت و میگه و خواهد گفت تا زمانی که به گفته خودش در این سیاره مسافری است روان. The sun was shining, she was lying in bed, wondering if she'd changed at all, if her hair was still red. If folks, they said their lives together, shoes are gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough. And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes. Heading out for the East Coast, Lord knows he paid some dues. Getting through, tangled up in blue.
met when they first met, soon to be divorced. He helped her out of a jam, I guess, but he used a little too much force. And he drove that car as far as they could. بله، باب دیلن عزیز بود، باب دیلن ارجمند. مطمئنم هم نسلان من هنوز او رو دوست دارند و مطمئن هستم که جوانانی نیز از نسل جدید نیز دلبسته ترانه ها و کارهای اون هستند. اما باز از هرچه بگذریم، سخن سفره مردم نکته بسیار مهمی است در روند زندگی روزمره مسافران ایرانی اینجا. در بذاریم برنامه رو به این شکل من ارائه بدم خدمتتون که بخش نخست رو عنوان شده بذاریم اقتصادی. خبرهای اقتصادی که داریم از جمهوری اسلامی، کاش خبرهایی می بود که درآمد سرانه در ایران اینقدر افزایش پیدا کرده، درآمدهای نفتی ایران اینقدر بالا رفته، در نتیجه سفره مردم پر رونق‌تر شده، این شده آن شده، این دانشگاه بورسای بیشتری رو در اختیار جوانان قرار میده و و و خبرهای مثبت. از نظر روحی هم برای آدم بسیار مفید خواهد بود، یعنی برای کسانی مثل من که در جریان خبرهای روزمره هستم. متاسفانه بیش از 30 چند سال هست بیشتر و بیشتر و بیشتر خبرهای منفی هستن و خب اثرات بدی هم داره وقتی که آدم درگیر با خبرهای منفی باشه. این نکته رو من از این جهت آوردم که بگم که ما به اونطور نیست که مایل باشیم همش خبرهای منفی رو بخونیم، اگه خبرهای مثبت باشن بسیار خوشحال میشیم. اما در بخش اقتصادی این موضوع حقوقهای کلان یا به هر حال نجومی، ما برای مسائل نجومی اینطوری، این آمریکایی‌ها کالباس میخورن و فرستادن این سفینه جنو رو به طرف ستارگان و نجوم دیگه، ما حقوقهای نجومی میگیریم. به هر حال به یه طریقی با هم دیگه مشترک هستیم. داره وارد یک مراحل جدیدی میشه. این مراحل جدید چه مرحله ایست من میگم خدمت شما. ببینید در جمهوری اسلامی وقتی که مسائل مالی و مسائل دیگه هم همینطورا، مسائل قتل و آدم کشی و اینا هم که اتفاق میفته، یه شیوه حلی اختراع شده که کمتر آدم بهش توجه میکنه. آقای بابک زنجانی رو میگیرن، به طور نمونه اشاره میکنه، میان میگن که ایشون بعد از 3 میلیارد دزدیده و این کرده اون کرده فلان. بعدن کم کم بابک زنجانی 4 نفر دیگه هم اطرافش پیدا میشه میگیرن. بعدن یه دی میان میگن که آقا نخیر، آقای بابک زنجانی در ایران تنها نیست، خارج هست، طلاهایی بوده از یه جایی به یه جای دیگه رفته، بانکهایی بوده در یه جایی باز شده، حسابهای دیگه وارد شده، دارایی‌های آقای بابک زنجانی چقدر هست، نخیر اینقدر نیست. و به هر حال قضیه اینقدر حواشی و جنبه‌های مختلف پیدا میکنه که اصل مسئله چی میشه؟ به مرور فراموش میشه. به مرور میرسه به اینجایی که آیا دارایی‌های بابک زنجانی اینقدر هست یا نیست؟ آیا بابک زنجانی از سپرده‌های بانکی خودش در مالزی و امارات و ترکیه و جاهای دیگه پرداخت میکنه یا پرداخت نمیکنه؟ کم کم سوالا این میشه و اصل قضیه که این 3 میلیارد حالا چقدر چند سال طول کشیده و مال بیت المال بوده و مال کی بوده و مال این مردم بوده، مال این بچه‌های خیابون خواب بوده، این دیگه فراموش میشه. مثلا این باب رو هم علما بعد از انقلاب باز کردن. همین جلال الدین فارسی که هست یا بقیه، خب آدم کشتن یا بقیه، از این شیوه بعدن چون کار کرد در موارد دیگه هم استفاده شد. بعدن اینقدر حواشی رفتن که این آدم رفته بود در جایی یک انسان دیگه رو کشتن، کشت همین آقای جلال الدین فارسی در شکار. بعدها پسر اون مقتول رو که شاکی شده بود اون هم گرفتن زندان شکنجه کردن. همه اینها اصل قضیه هم به نحوی مطرح شد که گلوله رو اول کی در کرد، آیا اون فرد ضد انقلاب بود یا نبود، روابط اون آدم با صهیونیستا با امپریالیزم اون موقع مد بود و با لیبرالیستا با کهکشان
با همین جوپیتری که تازگی آمریکایی رفتن در مدارش، همه اینو مطرح شد. بعد به یه جایی رفت که اون منطقه‌ای که کشته شد چه منطقه‌ای هست، برای کشاورزی خوبه، برای دامداری شاید بهتر باشه. مسئله به کلی عوض شد. آقای جلال‌الدین فارسی کم کم داشت رئیس جمهور هم میشد. بعدن از این برای موارد دیگه هم استفاده کرد. حالا این داستان حقوق هم همینه، کم کم کار به جایی رسیده که آمدن و دنبال کی میگردن؟ اینی که اینا حقوقی گرفتن چندان زیاد مشکل نیست، دنبال اینایی که افشا کردن این حقوقا رو. حالا کم کم سوال اینه که کی اینا رو افشا کرد؟ این خدمت به ضد انقلاب، این در جهت استقبال جهانی. از همه جالبتر صحبت‌های مسئولان بزرگ ریز و درشت هست. مسئول ریز کمتر داریم، معمولا مسئولان جمهوری اسلامی همه درشت هست، مسئول بران این هم از فروتنی اون هاست دیگه. از آیت الله خامنه ای تا حجت الاسلام و المسلمین پرزیدنت دکتر شیخ حسن روحانی یا شیخ دکتر پرزیدنت حسن روحانی، میتونید جا به جا کنید هر جور خواستید. اینها اومدن و گفتن، این یکی گفته که بله در باید قوه قضاییه نظارت میکرد، آیت الله خامنه ای گفته که این کار خیلی بدیست باید رسیدگی بشه، یکی دیگه شما آمده اون اژه‌ای که بله ما رسیدگی میکنه، رسیدگی نشده بود میشه. یکی دو نفر هم نیستن، یکی هم اومده هم گفتن که این کار در دسته احمد نژاد اینا رو افشا کردن. چرا افشا کردن؟ یکی هم نیست اون بالا بگی که به این پایین یا اون وسط ها یه جایی باشه بگی به اینا که آقا این پول ها مگه دست شما نبود؟ این حقوق ها یارو 3 سال 4 سال 8 سال حقوق میگرفته بیشتر از رئیس جمهور آمریکا. پس شما چه کاره این؟ این که نشد رهبری که شما فقط شفیع فلسطینی بندازین اونجایی بشینید بگید که مردم فلسطین این یا مردم فلسطین آن یا آمریکا رو باید خاک بر سر آمریکا باید با مشت و لگد زد تو سر. این که کار زنگ انشایی که نیست که ایران، پول مردم هم هست، وضعیت مردم هم هست. این وسط چون اسم برادر یکی از سیستم ها و شیوه‌های دیگه هم که اختراع شده در جمهوری اسلامی جالب توجه هست، رشیده ردگم کردن هست. به چه معنی؟ به این معنی که به طور نمونه اسم برادر حجت الاسلام پرزیدنت اومده آقای حسین فریدون یا حسین فریدون روحانی هم چیز به مرور کم کم شده فریدون، یعنی اینکه آمده گفته برای نمایندگی در مجلس گفته پرونده فریدون باید جدا بشه از آقای حسن رو. این چیه؟ خب عمل میکنه. مثلا الان لاریجانی ها داریم، اولین بارم از در تاریخ مملکت که رئیس دو تا قوه منظور چرا قوه به قول ما خوزستانی ها نیست که این قوه قضاییه و قوه به اصطلاح چی میگن مقننه، خیلی هم قاف داره این قوه مقننه، قوانینی که گذاشته میشه دیگه همین دیگه قافش زیاد. این لاریجانی هست، همه یه سری لاریجانی هم هست اون وسط دست و پا این در اونبرای یه کارایی میکن. این لاریجانی ها یکیشون این یکی که شیخ هست برای ردگم کردن شده لاریجانی آمولی، لاریجانی آمولی هر چنگایی. اگه لاریجان لاریجان هستید خب آمول چی کرده؟ همین موضوعات مطرح میشه که آقا این بابا برادر اون لاریجانی نیست دیگه. بحث این که چرا مملکت یعنی دیگه کسی وجود نداره، این چگونه نظامی است که اولش رهبر اولیش میاد میگه روحانیت در هیچ کاری دخالت نمی کنه، ولی الان در هر کوزه رو که بر میداری یا در هر قابلمه رو یک روحانی سمون بکن نشسته در اونجا و مشغول حتی موضوعه که خورش شما رو موضوعه که سر نره برنجه شما یا خورش یا هر چیزی که هست. به هر حال
این شیوه ها رو من اشاره کردم در بخش اقتصادیمون، خیالتون راحت باشه این حقوق ها به هیچ وجه دست نخواهد خورد. حالا یه مقدار این خبرها رو یکی از اون وسط دایره خودی ها اینجوری آورده بالا، بر غیر خودی ها اون بیرون دیدن، اونم باید حسابش رسیده بشه. عدالتی گفتن معنی نداره. از قدیم گفتن آدم رختای چرکش جلو همسایه که نمیشوره که، از این هرچند که روحانیت رخته چرک نداره، هرچه از تمیز تمیز از دستانشون گرفتن تا رختانشون. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. خب پیش از اینکه به بخش‌های دیگه بریم، از جمله به بخش علما در تفسیر خبر، بخش علما خیال نکنیم بخش همینطوری دم دستی است. بخش علما آخرین پیشنهادات علمای ما هست برای رستگاری بشریت. این که اینا میرن از این کارا میکنن، سفینه رو میفرستن مثلا میلیون‌ها کیلومتر اینور اونور، این علما نیستن، این کارا بیهوده اسباب بازی است. علمای ما راه حل هایی دارن برای نه تنها زندگی امروز بلکه زندگی فردا و پس فردا. یاد فیلم ایتالیایی معروف میدونم، دیروز امروز فردا، اون نیست، ربطی نداره، ما با دیروز کار نداریم، ما رو به آینده است. آینده علمای ما همیشه رو به آینده کار. پیش از اینکه به بخش علما برسیم، آخرین اخبار علما رو با شما در میون بذاریم، ما اینا هم در همون بخش اقتصادی درنگی داشته باشیم. یک مجموعه مصاحبه تو این جنگ داخلی که وجود داره، مجموعه مصاحبه یکی از این رسانه‌های نیمه حکومتی درست کرده، پخش کرده. من مایل هستم بخشی از اون رو در اینجا با هم ببینیم. خبرگزاری فارس اون رو تهیه کرده که گفته میشه وابسته به سپاه پاسداران هست. برحال اشاره کردم که در همون جنگ داخلی بین دو جناح تشکیل دهنده این حکومت، حکومت فقیه، از این اسناد و مدارک هست. البته این بگم بگم ها تا یه جایی میره، ظاهرا پشت پرده شلوغتر از جلو پرده است. این هم از نمایش های عجیب روزگار هست که پشت پردهش دیدنی تر از جلو پرده است. این گزارش تصویری رو بخشش رو هم میبینیم. برخی از شهروندان هستن، شهروندان اهل تهران ظاهرا. مردم چی میتونن بگن؟ واقعا جای تاسفه. جامعه ما فرق داره بیداد میکنه. از این کارا یاد داریم تو کشور ما. یکی داره به قول یارتانه 100 میلیون داره درمان میبره، یکی هم مثل ما میدوه واسه یک قرون دوزا. مسئله رو از ریشه باید درست بکنن. با اصل و نسل مگه کار درست میشه؟ اینکه آقای ایکس بره آقای ایگرگ بیاد صورت مسئله رو حذف کردن. بعد بیان اینجا ریشه یابی کنیم، ببینیم اصل مطلب چیه. از این کارا مدل کارا زیاد داریم تو کشورمون. اعلام هم نمی‌کنن کی مثلا این حقوقا رو گرفته و فلان اینا. اونا خودشون از خدا میخوان که عدلشون کنن، برن این پولا رو بالاخره جای خرج کنن دیگه. چرا حق من این که مثلا با موتور کار میکنم، تولید کننده پوشاکم، بعد بیام با موتور کار کنم؟ به خاطر چی؟ آقایون سران برمیدارن آقا حق دیگران رو ضایع میکنن. یکی داره به قول یارتانه 100 میلیون داره درمان میبره، یکی هم مثل ما میدوه واسه یک تا دوزا داره چونه میزنه کم و زیادش شده. این منصفانه نیست. ما یه جور چیزایی باشه تو جامعه ما. یکی داره با فقر و فراکت نیگه میکنه، یکی باید روزای آنچنانی داشته باشه ببره و هیچ توجهی به قشن مزدق نمیشه. باید ریشه ای عمل کرد. اینا باید مجازات بشن، باید مجازات بشن و حقوق از دست رفته مردم به مردم برگردونن. از قدیم گفتن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزا. حتما یه فیشی بوده، یه چیزی بوده، بالاخره یه جوری درس پیدا کرده. از این جور مسائل زیاد متاسفانه تو جامعه ما که پولای خیلی بی رویه‌ای دارن یه سری مدیران میگیرن، ولی در صورتی که یه سری بدبخت بیچاره به نون شبشون محتاجن.
لنگ یه دونه 1000 تومانی که بتونه یه نون بخره. حق در واقع حق مردمه و مردمم نمیتونن از این حق خودشون بگذرن. باید اون سزایی که قانون برای اینا بریده باید حتما به سزای اعمال خودشون برسه. باید اسمشون برده بشه، این پولا برگرده به جامعه، به مردم، به کسایی که ندارن تزریق بشه. واقعا جای تأسفه. این حقوقای نجومی درد مردم و آلام مردم رو بیشتر میکنه که چرا یه عده خاص همچین حقوقایی میگیرن. خداوند اینا رو تافته جدا بافته خلق کرده. گوشه بوده از درد دلهای برخی از شهروندان تهرانی. یه سوءتفاهم کوچیک هم این وسط پیش اومده که اینکه مگر اینها تافته جدا بافته هستن؟ مگر نیستن؟ هستن. برای اینکه از روز اول این روشن شد، از روز اولی که علما رفتن در اون بالا نشستن و زمامدار امور شدن، شروع کردن بافتن، از همین تافته ها بافتن. این تافته های جدا بافته رو شما از 23 بهمن ما میبینید همینطوری هستن، یا استاندار یا وکیل یا وزیر یا سفیر یا معاون وزیر یا معاون یه چیزی، آخر کارم هیچ کاری شد میره مشاور رهبر میشه، مشاور رهبر نشد به هر حال. و همینطور تو هم دیگه هم ازدواج میکنن، تولید مثل هم میکنن، مثل یه قوم و عشیره‌ای که نه زن دختر به عروسی بیرون میدن، نه دختر از بیرون به عروسی میگیرن یا به دامادی میره میرن یا هر چی. در خودشون زاد و ولد هم میکنه، همه داماد هم دیگه با جناق هم دیگه هم ریش این یکیه. هر حال با هم روابط اینطوره، خودشون هم مواظب هستن طبق معیارهای خودشون تو این ازدواج ها مرتکب معصیت نشن، مثلا نزدیکان بسیار بسیار نزدیک با هم دیگه ازدواج نمیدن. اینا خودشون علما دیگه، اینا رو حتما میدونن. به هر حال اینا بله تافته جدا بافته هستن. اون چی که نباید مطرح بشه و من تعجب میکنم از این شهروندان عزیز، بعد 6-7 سال هنوز به این واقعیت و حقیقت نرسیدن که این همه خدماتی که دارن میکنن. آقای خامنه‌ای وقتی میشین اون بالا داره مرتب مشت و لگد میزنه، مشت و لگد ها خرج داره، انرژی میخواد، آب میوه باید بخورن قوی بشن بتونن. مسئولان مملکتی، این پاسدارانی که در اونجا هستن، پاسدارای کمی هم نیستن، همین جنرالای علکی آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی که نیستن، که جنرالهای او 4 قطب اینور 5 قطب اینور هست، یه مقدار برای روز مبادا در جیبشون هست دیگه از این قطب مپا. در حال اینا خرج داره، اینا صبح به صبح که علم میشن یه لیوان آب میوه بخورن، خب پل خرجه دیگه. اینی که حقوقای بیشتر میگیره. یا مسئولان بانکی، اون بابا خودش مسئول سفتر حسینی، مسئول صندوق توسعه ملی بود. صندوق اولا صندوقه، دوم هم توسعه هست، سوم هم ملی، چهارم هم صندوق توسعه ملی. همه این کارا کلی خرج داده. این رئیس جمهور آمریکا اینجا مثلا میگیره تو حقوق میگیره سالانه حدود 400 هزار دلار. آیا پا میشه هلنگ از اینجا را میفتیم میره مثلا اون یکی ایالت صحبت کردن در اون ساعت جلو میکروفون و جلو دوربین تلویزیون حرف کار خاصی نمیکن. ولی مدیر صندوق توسعه ملی خب معلومه باید حقوقش بیشتر آقای اوباما باشه یا هر پرزیدنت دیگه آمریکا. به هر حال گفتم من در حیرت هستم از این شهروندان عزیز که همچی سوالایی رو مطرح میکنن، یه همچی توقعاتی دارن که این پولها برگرده به بیت المال. بیت المال مگر کجا هست؟ بیت المال نزد مطمئنترین عالم ربانی آیت الله خامنه‌ای خودشون نظارت دارن بر بیت المال. 95-6 میلیارد دلار بوده 6-7 سال پیش، الان خب بیشتر شده و ارقام دیگه هم هست. مواظب هستن، شما خیالتون راحت باشه. برگشته به بیت المال، اون چند که برنگشته برخواهد گشت. بیت المال زیر این نگین مطمئن آیت الله خامنه ای، اطرافیان و اکنافیان هم هست. شما خیال سرتون راحت شب به زمین بگذارید بخوابید، ببینید بچه های ما با چه خیال آسوده شبا تو خیابون میخوابن، برای اینکه خیالشون راحته.
من خیالشون راحت اینه که بیت المال پیش روحانیت هست و روحانیت هم از روحانیت دیگه مطمئن تر کی میخواد؟ ابدا کسی نیست. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب میرسیم به بخش علما. علمای ما گفتم از این علمای دم دستی و اینها نیستن که صبح تا شب توی آزمایشگاه معلوم نیست به این چی میگن دستگاه چه میکنن، دنبال چی میگردن، دنبال مثلا ویروس های به این ریزی. این هم شد علم، ویروس به این ریزی یا کارهای دیگه ای. من نمیفهمم چجوری به اینه میگن عالم، دانشمند. شما به اون قیافه انشتن که نگاه بکنیم متوجه میشین میشه آیا مثلا به اون گفت دانشمند عالم، اونو جزء علما دونست؟ یا مثلا فرض کنید این علمای اعلامی که ما داریم با این جنتی عالم درجه یک یا بقیهشون. حالا علمای غیر معمم هم داریم مثل بسیاری هستن، اون آقای عباسی هست، بقیه روازاده و بقیه از این دانشمندان دیگه هم داریم که اونا به جای خود به هر حال یه درجه علمی جمهوری اسلامی برخوردار هست. اما در بخش علما این خبر یکی از علمای اعلام حجج اسلام آقای کاظم صدیقی رو داریم که باز همچنان در مقام امام جمعه موقت. ببینید من وقتی راجع به آیت الله خامنه ای میگم شما متهم میکنید که داریم طرفداری میکنیم یا هر چیزی یا اغراق میکنیم، اما ایشون یا آقای کاظم صدیقی از علمای دهر گفته که ولایت هست که میتونه بیکاری و بدبختی رو چیکار کنه، از بین ببره. یعنی یه عالم بگیر، یعنی ولایت آقای خامنه ای رو بگیرید، هر جا بدبختی هست، بیکاری هست، رفع بیکاری، اصلا میتونیم با این کار کلی پول در بیاری ایران، نفت و درشو ببندیم برای روز مبادا، رفع بیکاری. فرانسوی ها به طور سنتی حدود 9-10% سالیان سال بیکاری دارن، چون اصلا فرهنگ فرانسوی شده. انگلیس ها الان که شروع شده بیکاری، تو امریکای زمانی به 9% رسید، الان به 4-5% صادر میکنه. خامنه میان اینجا همین که وجود داره اینجا بیکاری چی؟ از اون یکی در رفته. کار بسیار ساده است، راه پولدار شدن رو باید ایران یاد بگیره. بله ایشون گفته مدیریت ولایت است که میتواند بیکاری رو رفع و این ننگ بیکاری که انواع بدبختی ها رو برای جوانان به وجود آورده رو میتواند از بین ببرد. نه دیگه آقای صدیقی خراب کرد، چون یه سوال پیش میاد آقای صدیقی پس چه تا حالا این کار نکردن؟ آقای صدیقی حتما یه حکمتی در این حرفشون هست، من نمیفهمم. به هر حال اومدن گفتم امیدی، کسانی هم که امیدشان بر جای من است به جای نخواهند رسید. ما در انقلاب اگر امیدی دیگری داشتیم که جنگ را مدیریت نمی کردیم. این جمله برای من از اولیسس جیمز جویس هم مشکل تره فهمه، چون اولیسس جیمز جویس نویسنده معروف اینها خیلی پیچیده است، معروف هست. این ما در انقلاب اگر امید دیگری داشتیم که جنگ را مدیریت نمی کردیم، یعنی منظورش اینه که یکی از ترجمه های اون میتونه این باشه که اگر در انقلاب امیدمون مثلا به آمریکا بود خودمون دست به کمر نمی زدیم مدیریت کنیم. چه مدیریتی هم، بسیار مدیریت جالبی بود، صدها میلیارد دلار خسارت، چند صد هزار نفر کشته یا مجروح. آقای منتظری، آیت الله منتظری در خاطراتش نوشته همین آقای رفسنجانی به طور تلفنی جنگ رو اداره میکرد. یعنی مدیریت از این بهتر، البته به یه نحوی از این بهتر نمیشه دیگه.
این روزا همه چیز اون موقع هنوز اختراع نشد، اون اداره مدیریت و اسکایپ و این کارا. الان آقای رفسنجانی جنگ رو به طور تلفنی اداره میکن، اینا امیدی نداشتن به جای دیگه. این شد خودشون ناچار شده مدیریت کنن. ایران در انقلاب هم آقای خمینی اول گفته بود که ما دخالت نمی کنیم، ولی اومد دید بعد از اینکه نظام قبلی ساقط شد چجوری بماند، آمدن دیدن خب کسی نیست دیگه، امید به کسی نمیشه، خودمون ناچاریم اداره کنیم. این روحانیت ناچار شد، گردنش افتاد، وگرنه این روحانیت شریف نجیب که با آیت الله خمینی آمده بود که حد حکومت و دنیا و دنیاداری که نبود، ناچار شد. حرف آقای استاد کاظم صدیقی هم همینه، ولی من حیرت میکنم که چرا تا به حال از این موضوع استفاده نکردن. براست هم میگن، میگن اینایی که به برجام چیز کردن امید بستن، بی خود امید بستن، مثل ما باید باشن که در انقلاب به اصطلاح به کسی امید نداشتیم، خودمون بیل به کمرمون که نخورده بود جنگ رو اداره کردیم، نتیجه هم که دید دو کشور همسایه نسبتاً در حال پیشرفت پیش از انقلاب در منطقه به خاک سیاه نشستن. نتیجه اداره جنگ توسط علمای اعلام. ولی در مورد برجام خود آیت الله خامنه‌ای حرفی داره، حرفستان باز با هم میشنویم. کسانی که امروز طرفدار گرایش به غربند، به نظر من عقلشون رو باختن، تعقل نمی کنن. اینایی که میگن برای پیشرفت کشور باید به غرب تکیه بکنیم و به غرب پناه ببریم، با اونها رفاقتمون رو تشدید بکنیم، به نظر من اینا عاقلانه حرف نمیزن. خب بله، اینم از آیت الله خامنه ای که میبینیم صراحتن برای اولین بارم نیست، شاید برای 123 بار هست که راجب این برجام و توافق و فرجام و سرانجام و هر عنوان برش بدید باز صحبت کرده. از اون بر اون یکی بابا آقای حجت الاسلام پرزیدنت میرن با آقای ظریف و بقیه با اون دهان همیشه به خنده گشوده به جا و بی جا در حال برجام میان، یه سری مردم هم در خیابون میان و بوق بزن و برخش و همه این کارا خوشحالی هرچه که هست. به یه جایی قرار برسه قضیه، بعد آقای خامنه‌ای هم خوب میان این صحبت ها رو میکنن. اینا دو تا جریانه، یه جریان رفتن به گشودن درهاست به سوی غربی، جریان خیر بستن درهاست، و هر دو رو به اونطور که برمیاد از صحبتهای هر دو جنا این هستش که چگونه میشه این ساختار رو حفظ کرد با دوستی و دست دادن به غرب. جنای دیگه طرف اینه که نه، با ایستادگی در برابر غرب. این جناح دوم استدلالش اینه که بسیاری از کسانی که با غرب هم دوستی کردن سرانجام خوبی پیدا نکردن. آقای خامنه‌ای خب به هر حال شب که ملافه رو بر سر میکشه یا بر سرشون مستخدمشون خدمشون بر سرش میکشه ملافه رو، لابد فکر میکنند که باید فکر میکنن که عاقبت محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران چه شد، بهترین دوست آمریکا. خود صدام حسین دشمنی ویژه‌ای با آمریکا به یک معنی نداشت، با آمادگی گسترش دوستی ها بود، روابط نسبتا خوبی هم داشتن. یا مبارک یا لیبی وقتی درها رو گشود، تعبیره چون این تعبیر میکنن خب این سرنوشتش بعد از رابطه با آمریکا چنین شد یا با غرب به طور کلی، اینی که از در بی‌اعتمادی در میاد. طرف دیگه، جناح دیگه حرف دیگه داره و شیوه دیگه. حالا بر سر هر چی که هست بماند، اینی که علمای ما به فکر همه چیز هستند این نکته قابل تأمل هست، و برای اونهایی که قر میزنن که کاری نمیکنن علما، من میخواستم فقط توجه بدم که خیر چنین نیست. برای این مردمانی مثل مردم اصفهان که باز در
روز قدس اومدن و باز شعار دادن، از علما خواستن که بابا دست از سر سوریه بردارین، این فکر به حال ما بکنید. ولی مطمئن باشه مردم اصفهان که علما مطمئنن که حال مردم اصفهان حتما خوبه، وگرنه فکر میکردن به حال مردم اصفهان یا مردم جای دیگه. میبینیم و میشنویم مردم اصفهان در روز قدس. بله خب مردم اصفهان بودن، در جای دیگه هم چون این تظاهراتی برگزار شد و صحبت و اعتراض در این که بالاخره فکر به حال ما بکنیم، وضعیت شهر اسید پاشان اصفهان هم که یادمون باشه اونم فراموش شد، طبق همون شیوهی که صحبت کردم که هنوز دارن کار میکنه، آمدن و گفتن این اسید از کجا بود، اسید سولفوریک بود، اسید نیتریک بود، چه بود، وارد بحث‌های شیمیایی شدن و بعد به مرور روایت شد. هنوز اطلاعی به دست نیاوردیم، قرار اطلاعی به دست بیاریم و مشغول مرور زمان شد. فکری به حال ما کن، سوریه رو رها کن. خیر، سوریه رو رها نمی‌کنن، چون همونطور که گفتن سرنوشتشون وابسته به سوریه است. اینکه چرا چون می‌کنن شما خودتون بهتر می‌دونید. چه پول‌هایی خرج شده، میلیاردها دلار خرج سوریه و جاهای دیگه شده، پول همین مردم اصفهان، همین کودکان خیابان خواهد. علاوه بر اونا مردم اصفهان در بوشهر جوانی رو کشتن و بعد به عنوان قاچاقچی عنوان شد، تظاهرات شد، مشکلات پیش اومد و این تظاهرات و اعتراضات ظاهراً به طور پراکنده و موضعی برای چند و چند نیم ساعت ادامه داد. اینی که چرا کشتن اون جوان نیروی انتظامی در اینجا در مینسوتا دیشب پلیس یک نفر رو کشت که البته بلافاصله کار به تلویزیون‌ها کشیده شد، تظاهرات گسترده، 24 ساعت قبلش هم در کالیفرنیا، 48 ساعت قبلش در اونجا پلیس باز جوانی رو کسی رو کشته بود که اینجا خوب رسانه‌ها بلافاصله میرن منعکس میکنن، رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات هم به شکل. امیدوارم که مردم اصفهان نیز به مطالباتشون برسن همونطور که مردم بوشهر و بقیه مناطق ایران. اما این خبر رو هم از یکی دیگه از علمای اعلام بشنویم، آقای مکارم شیرازی فتوا دادن که دختران مسلمان میتوانند در دانشگاه خارج بی حجاب باشند. این فتوای این بابا آقای مکارم شیرازی بر چه اصلی است؟ میگه ازشون سوال شده وظیفه خواهران دانشجوی مسلمان ترکیه و دیگر کشورها نسبت به رعایت حجاب در دو فرض زیر چیست؟ شرط گذراندن تمام ترمهای دانشجویی در دانشگاه‌های تحت مدیریت آنها رعایت نکردن حجاب شرعی است. دانشگاه میگه حجاب باشه ثبت نام میده. دوم شرط اتمام چند ترم باقی مانده از رشته خاص در دانشگاه ترک حجاب است. حالا پاسخ این عالم دانشمند که مجموعاً این سفینه میلیون‌ها کیلومتر رفته، این آقای مکارم شیرازی مجموعاً 10 کیلومتر در زندگی در همون قوم هم من بعید می‌دونم جا به جا شده باشه، گفته که با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی‌بندوبار و لامذهب پست‌های مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده می‌شود که اجازه در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند. خب یعنی اومده باز ترجمه فارسیش میشه این که چون اگه اینا دانشگاه نرن بعد افراد بی‌بندوبار به مسئولیت داره میگیره، این میگه حجاب ورد. یعنی پایه این داستان حجاب اینه، این بقیه مسائل
میشه به همین راحتی. این انعطاف پذیری علمای ما یکی از خصوصیات اونهاست. دیدید علما وقتی میشینن دور یک سفره 50 نفر میاد وارد میشید میبینید اصلا جا برای سوزن انداختن نیست، ولی 4 نفر دیگه میان کم کم جا باز میشه، علما جا میدن، یعنی یه مقدار انعطاف پذیرن. یا مثلا بعضی وقتا پیش میاد در یک ماشین که ظرفیت 5 نفر داره علما و خانواده 12 نفر هم سوار میشن، جا داره و همه هم راحت. اینه که حالا اگر حجاب رو بذارید و دانشگاه راتون نده، خب افراد بیبندوار میان مقامات میگیرن، راه های دیگه هم داره. مگر در خود جمهوری اسلامی استفاده نشد چرا کشف حجاب میکنید؟ آیا مکاره نکنید این کار رو، پردارید خود شما مدرک بدین. مگه ندادید بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی؟ یا بعد مدرک ما میخوام برای چی؟ مگه الان مسئولان این مملکت به این شکل گل و بلبل در حال چرخوندن؟ اینی که میگم گل و بلبل بیشوخی است، در واقع صبح به صبح میبینید بلبلان مست آواز خوان. مگه مدرک و تحصیلات میخواست؟ قولی آیت الله خمینی مگر نگو ما متخصص نمیخوایم، ما متعهد میخوایم. و در هر قابلمه رو باز، ما از این قابلمه رو که ولکن نیستیم، برمیدارین درش یک متعهد نشسته با ریش و پشم همه چیز در هر اتاق مدیریتی. با قابلمه زیاد چندون فرق نمیکنه. اون اوائل بوی پا میومد، حالا بوی پا شاید کمتر شده باشه، چون اونم نشونه تعهد بود. به برحال یعنی میشه بدون تحصیلات و حجاب و محکم بچسبید، میشه خدای مکارم مدرک بدید، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر چی که لازم هست. و بعدم چون اینا کالباس میخورن، شما این نمی 7-8 سال مکتب رو ترویج کردید آقای مکارم و بقیه علما، مردان ایرانی با دیدن تارمون متهم هستن که از راه به در میشن، مرتکب معصیت میشن. چرا فکر به حال این مردان اجنبی نمی کنید؟ یا شاید این هم نوعی مبارزه است که اونها رو، هرچند خب شاید یه خصوصیاتی در خارج چنین نیست که از راه به در بشه، همونطوری که در ایران مثلا آقای ظریف به راحتی مثلا با کنار زنان بی حجاب نمیشینه که نیست، ولی در خارج به راحتی کنار زمین بیهجاب میشن. یا بقیه مسئولان جمهوری اسلامی ایمانشون هم سر جاش هست، در جیبشون هست، در حسابهای بانکیشون هست، هر جا هست سر جاش هست، اشکالی پیش نمیاد. به هر حال اینم فتوایی بود از یکی از علمای اعلام ما که معروف هست به اینکه فرمول شکر رو دوباره کشف کرده، یا به نحوی شکر رو دوباره استخراج کرده، یا به نحوی تر آمده و ابتکارات تازه‌ای برای واردات و صادرات شکر به کار برده و پیشنهاد کرده. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. صحبت از موسیقی فولکلور بود، موسیقی به اصطلاح محلی یا آنچه که باب دیلن اجرا میکنه معروف بود در اون، البته در راک هم موسیقی راک هم دستی داشت، همونطور در پاپ. در ایران نیز بودند و هستند کسانی که زحمات بسیار کشیدند، بیش از 40 سال برای معرفی موسیقی محلی ایران. یکی از ساعت نشینان در این فعالیت بانوی ارجمند موسیقی ایران خانم سیما بینا بوده و هستند. همراه با شما دل می‌سپاریم به یکی از ترانه‌های محلی سیما بینا. به پایان برنامه می‌رسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دناد را، کلوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.